خب در بخش قبلی صحبت از قشری کردیم که درآمدش یک سوم هزینه شه و این سوال رو طرح کردیم که چطور میشه چنین زندگی کرد. اما تحت حاکمیت آخوندی مشکلات مردم ایران به همینجا ختم نمیشه. اگه به کسی بگن امروز ممکنه سقف این اتاق روی سرت خراب بشه، آیا به اون اتاق وارد میشه؟ اما تعدادی از دانش آموزانمون در میهنمون هستند که معلوم نیست به چه گناهی باید در کلاس‌های بنشینن که هر لحظه ممکنه سقفش ریزش کنه. روز پنجشنبه سوم آبان 97 یکی از کارگزاران رژیم در آموزش پرورش شهرستان سقز اعلام کرد که بیش از 10,000 دانش آموز سقزی زیر سقف مدارس تخریبی تحصیل می‌کنند. حسابشو بکنین 10,000 نفر فقط در شهر سقز. سایر شهرهای ایران چی؟ دوستی میگفت گناه دانش آموزان سقزی اینه که در شهرشون تو ایرانه، چون ساخت و ساز مدرسه و انواع بناهای دیگه در عراق و لبنان و سایر کشورهایی که رژیم دنبال جای پا برای خودش میگرده به حساب مردم ایران و از جیب مردم ایران در جریانه. بله، به هر طرف که نگاه میکنیم در میهنمون موقعیتی انقلابی دیده میشه. مردمی که هزاران دلیل برای سرنگونی این رژیم در پیش رو دارن. و درود بر خلق قهرمانی که در برابر این تیرگی قیام و ایستادگی رو انتخاب کرده و با شکوه ترین مقاومت سراسری و سازمان یافته رو در برابر این رژیم برپا داشته. ایران آزاد آرزوی مشترک همه آزادی خواهان ایرانه. اونها که برای ایران آزاد و دموکراتیک فعالیت میکنن و تکرار فریاد آزادی خواهی مردم ایران در شهرهای مختلف هستن. اونها که شعله های قیام و اعتراض رو در هر جا که هستن روشن نگه میدارن. این بار هواداران مقاومت و کانونهای شورشی نسب تراکت و شعار نویسی از ایران آزاد و دموکراتیک و از حاکمیت مردم گفتن. در خاک پای امام رضا برای موفقیت کانونهای شورشی در سراسر ایران دعا می کنم و امیدوارم در پناه امام رضا موفق و پیروز باشند. همچنین برای خواهر مریم رجبی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و برادر مسعود رجبی رهبر مقاومت ایران دعا میکنم. قانون شورشی 166.
دموکراسی و آزادی با مریم رجوی 97 قانون شورشی مادران 67 سی مهر سال روز معرفی خواهر مریم عزیزم رو به عنوان رئیس جمهور برگزیده و مقاومت به خلق قهرمان ایران و مجاهدین خلق تبریک میگم. خواهر مریم عزیزم، اسم من رو جزو کانونهای شورشی بنویس که چشم به راه دیدن شما توی ایران عزیز هست. خواهر مریم عزیزم، به خدا بعض معیشت مردم اونقدر بد شده که بعضی ها برای نون شبشون محتاجن، اما به علی قسم که در برابر آخوندهای جنایتکار دجال نیستیم و بهشون باج نمیدیم، همه امیدمون به شما است و چشم به راه روزی هستیم که بیاین و ایران رو آباد کنیم. رو به هموطنانم بگم که آزادی مفت نیست و با آسانی به دست نمیاد و باید براش تلاش کرد و قیمت داد. بیایید دست به دست هم با کانونهای شورشی روح رو برای آزادی و برابری باز کنیم. یه پیامم با آخوندهای خونخوا دارم، اینو بدونید که ما کانونهای شورشی و ارتش آزادی بخش و حتمیت و تن شما رو سنگون میکنم و چشم مردم ایران رو به دیدن خواهر مریم عزیز روشن میکنم. مرگ بر خانم، درود بر مجاهدین خلق، درود بر کانونهای شورشی، سلام بر آزادی، کانون شورشی استان کرمانشاه. We'll be right back.